بتوان به جرأت گفت که دیگران مهمات رو آوردن اما این مارتین لوتر بود که کبریت رو کشید البته خودش از این کبریت کشیدن هیچ اطلاعی نداشت با سلام خدمت شما بینندگان عزیز من محمد سانوی در خدمت شما هستم با سری برنامه های شاخه های مسیحیت در برنامه قبل دیدیم که زمین سازان تغییرات مذهبی و سیاسی توسط افراد روشنفکر فکر رو تحصیل کرده همچون جان وکلیف و همینطور جان هاوس صورت گرفت در این برنامه به زندگی سه فرد مهم جان کلون، مارتین لوتر و همینطور زوینگلی و خدمات آنها نگاه میکنیم به تعلیماتی که مارتین لوتر به آنها معترض بود نگاه خواهیم کرد گفتگویی با کشیش رج همتی در این زمینه داشتم که شما رو دعوت به تماشای این برنامه میکنم خب کشیش ممنون هستم که دعوت ما رو پذیرفتید و دوباره ما در خدمت شما هستیم تا در مورد اصلاحات کلیسا و پروتستان با هم صحبت کنیم مرسی منم خوشحالم که یه بار دیگه با شما و ازانی که با ما همراه هستن هستن و میتونیم با هم دیگه از این فرصت استفاده کنیم و بسیار چیزهای زیبا از تاریخ کلیسا یاد بگیریم مرسی. خب در جلسه گذشته ما راجع به عواملی که باعث یا به وقوع پیوستن پروتستان باشه با هم دیگه صحبت کردیم عوامل فرهنگی بعد رنسانس هنری و دیگران خب اگر ما به اوایل انقلاب پروتستان نگاه کنیم میبینیم شخصیت های متفاوتی اونجا هستن که نقش کلیدی داشتن میتونید راجع به اون افراد برای ما صحبت کنید که کیا بودن و چه کارهایی چه خدماتی انجام دادن ممنون شما هستم خواهش میکنم مرسی عزیز مرسی برای سوالتون بله شکگیری اصلاحات رو همونجور که خدمتون گفتم فقط یک شخص به عهده نگرفت یک سری پیش درآمدهایی داشت که راجع به شخصیت آقای جان ویکلیف و آقای جان هاوس صحبت کردیم و فکر کنم که در شروع میتونیم بگیم که با زمان معینی که در واقع خدا اجازه داد که فراهم بشه و به یاری اون مساعد بودن موقعیت ها اصلاحات توسط مارتین لوتر شروع میشه و خلاصه از زندگی مارتین لوتر رو اگه بخوایم بررسی کنیم که ایشون در سال 1483 میلادی در شهر ایزلبن در قلمرو ساکسونیتی آلمان آلمان شرقی در واقع متولد میشه الان دیگه آلمان شرقی نیست اون موقع بود یعنی اون موقع هم نبود <applause> بعد به وجود آمد الان دیگه نیست در سال 1501 ایشون از دانشگاه ارفورت در آلمان در واقع شروع به تحصیلات میکنه و ضمن چهار سال فوق لیسانس رو میگیره و در سال 1505 به خواسته پدرش به تحصیلات در حقوق در واقع میپردازه و دوست داشت که شخصا با اینکه دوست داشت راهب بشه ولی خب خواسته پدرش رو احترام میذاش و تحصیلات حقوقی رو در 1505 شروع میکنه ولی منتها به طور ناگهانی قطع میکنه چرا توی یک سفری که بود یک رد و برق شدیدی شب طوفانی بود که قرار گرفته بود و این رد برق طوری بود که ایشون رو خیلی وحشت زده میکنه و دست به دامن قدیس خانوادگیشون قدیس آنا هر موقع هر خانواده برای خودش یکی از این قدیسین رو داشت که دست به دامنش رو میشدن در این باره بعدا بیشتر صحبت بکنیم و ایشون دست به دامن قدیس آنا میشه و که نجات پیدا کنه قول میده میگه اگه منو از این مخمسه بقیم معرف نجات بدی و من قول میدم که راهب بشم و جالبه که به راهب مکتب آگستین در واقع وارد میشه به همون دوران روند دوران رنسانس و زبانهای یونانی و عبری رو در راهب خانه تعلیم میگیره یاد میگیره و بسیار سرسپردهی تعالیم کلیسای روم میشه و این خدمت رهبانیت رو به جان میپذیره و در سال 1507 به عنوان کشیش دستگذاری میشه و در دانشگاه گوت، ویتنبرگ اونجا تعلیم میداد تو ارفورد بعد سال 1510 ایشون به تشویق رهبران اون راهبخانه خانه خیلی جالب وقتی ایشون تو راهبخانه خانه بود خیلی حساسیت داشت به حضور گناه اغلب میرفت تو این اتاقک هایی که شما برای این کشیش کاتولیک اعتراف به گناه میکنید میرفت و ساعت ها اونجا میشست و حتی افکار بعد خودش رو برای این اه اه کشیش پدر که اونجا به قول معروف رو رو <تصفح> میبخشید و کشیش دیگه خیلی ازش ناراحت شده حتی برمیگشت تو اتاق خودش و شلاق درست کرده بود و شلاق میزد پشت خودش که این وجود گناه آلود چقدر او رو به گناه میکشه که خوشا تو راهبخانه خانه چه نوع گناهی میتونی مرتکب بشی ولی حتی اون گناه های فکری هم او رو در واقع ناراحت و عذاب میداد و خیلی مشتاق بود که در این رهبانیت پیشرفت کنه و در سال 1510 به تشویق اون رهبران راهبخانه یه سفری به روم میکنه و اونجا از اون پرستش تفننی که در روم میبینه خیلی در شکسته میشه و آرزوش این بود که در صلح با خدا زندگی بکنه و نمیتونست این رو تجربه کنه و فکر میکرد که خب باید پیشرفت های بیشتری داشته باشه و شروع میکنه به تعالیم این الهیات کتاب مقدس در همون راهب خانه و یک در واقع راهب بی ایب شناخته شده بود با این لحاظ می گفت من وجدانم گناهان منو خیلی آزار میده و درباره گناهان من و هیچ احساس اطمینانی در واقع به این که بله راضی هست از خودش و مقبول خدا هست رو نداره و <applause> بیشتر سعی می کرد که کتاب مقدس رو به زبان عامه آلمانی ترجمه کنه تجربه کنه که دیگران هم با این نوشته های پدران کلیسا نوشته های آگستین با مزامیر و نامه های رومیان به زبان عامه آشنایی پیدا کنند چون خیلی برایش خب خوشایند بود و به او کمک می و در این بحبه ها این در واقع بحران روحانی برای مارتین لوتر همینجور پیش آمده بود و با این حالت بود که داشت رومیان رو در واقع مطالعه و تعلیم میداد و میرسه به رومیان فصل یک آیه 17 که اونجا میگه یک ایماندار با ایمان زندگی میکنه و اونجا متوجه میشه که ایشون بیشتر داره با اعمال میخواد زندگی کنه و زندگی روحانی داشته باشه بعد میخونه که توی رومیان فصل 5 آیه 8 که Uh, همزمان که ما گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد ایشون میخواست که بکنه برای خودش رو پاک کنه تا مقبول مسیح باشه و اینجا یهو یه یک جرقه خدا ایجاد میکنه در ذهن او که نه تو نمیتونی با اعمال خودت مقبول من باشی من تو رو همینجور که گناهکار هستی دوست دارم و میخوام به تو تولد تازه بدم و از تو شخصی نو بسازم و این اطمینان رو در مارتین لوتر ایجاد میکنه که رستگاری فقط توسط ایمان به عمل قربانی شدن عیسی مسیحه و دیگه وابسته به یک میانجی کشیش نیست راجب به این نیست که شما یک راهب باشی در مراسم کلیسایی نمیدونم اعمال انجام بدی آین های کلیسا رو نگه داری دست به دامن نمیدونم قدیسینی که مردن بشی و ریاضت بکشی و نمیدونم گواهی عف گناه بخری و خلاصه تمام این های ها از جلوش برداشته میشه و یک تحول روحانی در واقع در خود مارتین لوتر به وجود میاد ممنون شما هستم مرسی خب مارتین لوتر چه فعالیت هایی کرد که اه باعث جدا شدن از کلیسای روم شد آه. و خب البته میدونیم که جداییش به اون صورت شدید نبود چرا که هنوز یه سری تیف های رنگی کلیسای کاتولیک درش بود و بعد در چهار کلیسای بعدی که ظاهر میشه میبینیم که جدایی کامل ایجاد شد راجع به اگر صحبت کنین ممنون میشم میخواهش میکنم خیلی اتفاقا شما درست میگید این جدایی در واقع میشه گفت که سه تا قدم اساسی رو در بر میگیره. اون قدم اول اعتراض و مباحثه بود. توی سال 1517 پاپ لوان دهم ده ایشون یا لیون دهم ده تصمیم میگیره که کلیسای عظیم پتروس قدیس رو در روم بسازن. و برای اینکه هزینه ساختن این کلیسای عظیم گوتیک رو در واقع انجام بده، یک پروژه رو ایشون در واقع را می اندازه پروژه پاپ که اجازه فروش مخصوص گواهی افر رو در واقع در بر می گیره. و یک راهب ورزیده و نیرنگ باز در واقع راهب دومانیک نه راهب آگوستین به نام یوهان تتسل ایشون معمور فروش این مخفردنامه ها در آلمان میشه لوتر خیلی مخالف در واقع شدید در این باره بود که چطور امکان داره که به خصوص حالا که این تحول در او به وجود آمده بود که اونها اینجور مخفلتنامه در واقع بفروشن یک اعلامیه 95 ماده ای در اکتبر 1517 در واقع بر کلیسای ویتنبرگ نصب کند واقعا همین سال 2000 هم 500 500 مین سالگرد این اعلام اعتراض مارتین لوتر رو توی آمریکا بعضی از کلیسا در واقع به نحوی جشن گرفتن و بزرگ داشت داشتن اصلا لوتر با حمایت اون شاهزاده محل اون فردریک ساکسونی کلیسای روم رو در واقع در این مواردی که در فکرش بود به چالش میکشه و لوتر کلیسای روم رو در واقع به سه مورد عمده به چالش میکشه اولا اینکه فروش گواهی اف گناه این نامه ها خلاف تعلیمات کتاب مقدس هستند و همچنین که اقتدار پاپ و اختیار پاپ در بخشش گناهان در واقع وجود نداره پاپ هیچ اختیار و اقتداری برای بخشش گناهان رو در اختیار نداره و همچنین یک چیزی به عنوان میگیم گنجینه فیز یا برکات ذخیره شده از قدیسین وجود دارن که اینها بر این باور هستن که قدیسین به قدری خوب و قدیس بودن که یک گنجینه فیض بسیار زیادی نه فقط به اندازه کافی برای خودشون بلکه برای دیگران هم در واقع به وجود آوردن که مردم میتونن با توکل یا توس... شدن به این قدیسین از این گنجینه فیض اونها به نحوی من بشن در صورت این اعلامیه 95 ماده ای که لوتر به در کلیسا میخکوب میکنه ترجمه میشه به زبانهای لاتین و آلمانی و در هر صورت انتشار پیدا میکنه و سریع پخش میشه و راهبان فرقای دومنیکن هم سعی میکنن که لوتر رو در این مورد ساکت کنن ولی لوتر چون که از راهبان آگستینی حمایت میشد شد بحث و جدال در واقع همین جور گسترش پیدا میکنه و عقاید لوتر تکثیر میشه و هواداران لوتر شروع میکنن به در واقع جمع آوری شدن و جمع شدن و زیادتر شدن بر این باعث میشه که یک شورای رسمی شروع کنن در واقع برگزار کنن و یکی از شورای رسمی که برگزار میکنن توی آگزبرگ هست در سال 1518 میلادی یک سال بعد از اینکه ایشون این کار انجام میده و اونجا از لوتر میخوان که این عقاید خودش رو پس بگیره و اقتدار نهایی کتاب مقدس رو اینقدر بالا نبره بلکه اقتدار پاپ رو بپذیره و بعد توی سال بعد توی شورای لیزپک ایشون در اون شورا یک وکیل مدافع الهیات کاتولیک خیلی ورزیده بود به نام جان اک ایشون موفق میشه لوتر رو در واقع این اعتراف از لوتر بگیره که لوتر حاضر نیست تصمیم های پاپ رو بپذیره که لوتر حاضر نیست شورای عمومی و نه خود پاپ رو مقصر در واقع یعنی قابل بله این شوراها قابل پذیر هستند ولی لوتر میگه پاپ هم قصور پذیره نه فقط شوراها قصور پذیر هستن که پاپ هم قصور پذیره و همین چنین که عقایدش شبیه همون عقاید جان هاوس که در واقع او را رد کردن حتی سوزوندن و اعدام کردن با سوختن شبیه اون هست این اعتقاداتش و این مارتینتو میگه اینا رو بله من اینا رو قبول دارم و میپذیره که در واقع اعتراف به مقصر بودن در این موارد میکنه در در اعتقاد خودش و ما میدونیم که این اعتقادات در اعتقادات کتاب مقدس بودن قدم دوم نوشته هایی هست که لوتر شروع میکنه و انجام دادن در سال 1520 لوتر سه تا نوشته جداگانه بیرون میده که حمله های خودشو به کلیسای روم در واقع منتشر میکنه که اولا ردبندی و سازمان پردازی که توی کلیسای روم هست اونو زیر سوال میبره اختیارات پاپ رو توی جامعه مدنی رد میکنه اختیارات منحصر به فرد پاپ رو در تفسیر کتاب مقدس رد میکنه اینکه ایشون اختیار مخ... منحصر به فرد ندارن که مفسر کلام خدا بشن و همچنین به شاهزادگان اجازه اصلاح کلیسا رو در سو استفاده هایی که اه, کلیسای روم انجام میده و حتی به کنار کردن کشیشان هم در واقع اون که این, این رو انجام میدادن که مجرم بودن و میتونستن در واقع به شازگانی این رو میده و اعلام میکنه که نجات و رستگاری فقط توسط ایمان هست نه ایمان و انجام اعمال مذهبی و مناسک که کلیسای روم اونها رو در واقع تعلیم میداد و اینکه یک عطیه فیض هست یعنی شما در عطیه فیض یه عطیه الهی هست نه اینکه یک امتیاز روحانی که کلیسای روم با انجام مراسم به شما میده و همچنین اون توی کلیسای کاتولیک مطمئنا شما این رو پرسیدید اینا هفت مراسم یا آین دارن ولی در تعلیماتی که مارتین لوتر ارائه گفت نه فقط دو تا آیین هست آین شام خداوند و آین تعمید اینها تنها آیین های رسمی کلیسا در واقع هستن و اونها رو آین رسمی کلیسا اعلام میکنه بقیه رو رد میکنه و تعلیم میده که ایمان هر ایماندار واقعی به عیسی مسیح بهش اجازه میده که کهانت داشته باشه در واقع کهانت ایمانداران رو که میدونیم توی نام اول پتروس هست اون رو اعلام میکنه و تعلیم میده که هر ایماندار واقعی به عیسی مسیح میتونه کتاب مقدس رو بخونه و تفسیر کنه و احتیاج است که حتما یک کشیش کاتولیک براش کلام خدا رو تفسیر کنه خصوصا این تعلیم تعالیم خیلی چی میگن استثنایی و انقلابی میشه گفت که در اون زمان با اون اقتدار و حیوتی که کلیسای روم داشت در واقع مواجه میشه بعد قدم سوم میرسیم بعد از اینکه این تعلیمات همین جور گسترش بده میکنه منجر به تکفیر و ترشدن شدن لوتر میشه در سال 1520 پاپ, پاپ لیون دهم ایشون رسما لوتر رو تقبیح میکنه و فتوا صادر میکنه که سخنان و تعلیمات خودش رو پس بگیره لوتر هم حاضر نمیشه که فرمان پاپ رو بپذیره در واقع سرپیچی میکنه از این فرمان و سخنان خودش رو پس نمیگیره و به خاطر این نوع تعطی لوتر در واقع میان و کتاباش رو کاتالوگ شروع میکنن به سو، سوزونن حتی در مقابل خود لوتر به فرمان پاپ کتاب های لوتر رو می و می بینیم که توسط پاپ لیون دهم ده لوتر یک بدعت و مرتد اعلام میشه در ژانویه 1521 و در آفریل همون سال یک در واقع اجلاسی رو قرار میدن که چارلز پنجم دعوت میکنه در شهر ورمز و در اون شهر لوتر در اون شورا با شهامت از دیگاه کتاب مقدس خودش دفاع میکنه و حاضر نمیشه اون اعتقادات رو تغییر بده و یک گفته خیلی خیلی معروف هست از لوتر در این اجلاس که اغلب گفته میشه و جاهای دیده میشه و همچنین جاهای توی تابلوهای چاپ شده و گفته معروف لوتر که از لوتر در واقع باقی مونده که در این اجلاس میگه به این ترتیب هست که میگه وجدان من در تسخیر کلام خدا میباشه و من نمیتونم گفتهای خودم رو پس بگیرم چرا؟ چون برخلاف وجدان عمل کردن نه صداقت داره نه امنیت پس براش میستم چون کار دیگه ای نمیتونم انجام بدم خود خدا میگه منو کمک کنه پس لوتر رو اینجا پاپ به عنوان شیطانی در لباس راهب اعلام میکنه لقب یاقی به او میده مخالف امپراتور میدونه و با کمک در واقع شاهزاده فدریک ساکسانی هست که لوتر از بازداشت و مرگ در واقع نجات پیدا میکنه و در وارتبرگ اونجا مخفی میکنن و مدت یک سال در وارتبرگ در خفا مارتین لوتر تمام عهد جدید رو به زبان یونانی ببخشید زبان آلمانی از زبان یونانی ترجمه میکنه و نهست پرتسان اونجا از ویتنبرگ در واقع همینجور پخش میشه و فرقه یا میگیم شاخه لوترن ها توسعه پیدا میکنه و این اصلاحات مهمی هست که لوتر ارائه میده اینکه شبانان برای هر کلیسای لوتری در واقع تعیین میشن مقام پاپ کنار گذاشته میشه چون دلیل کتاب مقدسی براش نمینن اجازه میده شبانان ازدواج کنن راهبان راهبا اگه میخوان میتونن ازدواج خود مارتین لوتر با یه راهبه که خانم از راهبه خانم به نام کاترین ونبور ونبور کاترین ونبور ایشون ازدواج میکنه و مراسم رسمی کلیسایی رو از زبان لاتین به زبان آلمانی برمیگردونه و اجازه میده که همه مردم عادی در شام خداوند از هر دو عنصر هم نان هم در واقع اصاری انگور استفاده کنند و قبلا فقط نان رو به همه میدادن و اینجا می بینیم که اینا همه مراسم و مراسم رو بر می داره و در این زمان هست که در واقع فرمان از روم میاد که انحلال لوترنزم و, محکوم میکنن آنها با رو محکوم میکنن به عنوان یک بدعت خلاصه یک واکنش شدیدی از امپراتوری از کلیسای روم برای مارتین لوتر صادر میشه پس این میبینید که در شروع در واقع نهست پروتستان ها با پیش درمتی گفتیم با لوتر در واقع به اون رسمی شدن صورت میگیره بله مرسی در سال 2003 فیلم اسم مارتین لوتر ساخته شد که در پیشه نقش اولش جوزف فینز بود ام. که اتفاقا اساتید دانشگاه ما که تاریخدانان دانان می گفتن شاید دقیق ترین فیلم از زنده مارتین لوتر و انقلاب پروتستانه خوشبختانه این فیلم به فارسی دوبله شده <applause> اما متاسفانه مترجمین و دوبلرای این فیلم مقرزانه بسیاری از داستانهای اصلی فیلم رو تغییر دادن و این پخش است اگر عزیزان علاقه من باشن این فیلم رو میتونن از مؤسسه کانون کتاب مقدس تهیه کنن که با زیرنویس صحیح است و تمام مطالب شما با فیلم میشه ارائه داد خب چه شیرچ بفرمایید که تاثیر مارتین لوتر در دنیای مسیحیت تا چه حد بود و چه، تا چه حد مهمه چرا که ما شاخه های بعدی رو که داریم میبینیم همه به نوعی وصل میشه به اون انقلابی که مارتین لوتر انجام داد مطالعاتی که داشت نوشته که داشت به یه طریق به اون وصل میشه ممنون میشم اگر راجع به مسئله صحبت کنید خواهش میکنم خیلی ممنون فقط سوال خیلی خوبیه چون اعتقادات لوتری رو ما میتونیم کلا تو چهار مورد برای کلیسا ارائه داد که اولا نجات توسط ایمان نه ایمان همراه با اعمال این خیلی مهمه فقط توسط ایمان هست که شخص نجات پیدا میکنه اعمال فراورده ای هست از ایمان نه اینکه همراه باز باشه تا نجات در واقع فراهم بشه همچنین اینکه کتاب و مقدس حاکمیت داره بر ایمان و زندگی مسیحیایی نه کلیسا کلیسا در واقع یک محیطی است که پرورش میده و در تقدیس کمک میکنه ولی کتاب و مقدس حاکمیت داره و همچنین کلیسا یک سازمان نیست اه، یک اه، اه، ارگان روحانی هست که متشکل است از همه ایمانداران پس بنابراین وقتی اتفاقا تو این اعمال رسولان میتونید بخورید که پولوس میگه که کلیسا را جمع کرد حتی لغت کلیسا برای ساختمان هم حتی میبینیم تو عهد جدید استفاده نمیشه کلیسا یعنی اونهایی که خارج به خارج خوانده شدن از این دنیا به خارج خوانده شدن و به جمع کلیسا بدن مسیح میپیوندن و همچنین که زندگی مسیحی خدمت خداوند با ایمانه حالا چه ایماندار عادی باشه چه خادم رسمی و اون جایگاه اصلی رو باید به معزه کلام خدا بدیم در واقع قبلا توی کلیساهای کاتولیک شما میبینید که اون میزی که در واقع شام خداونده انجام میدادن اون مرکزیت داشت ولی وقتی که لوتر شروع به فعالیت میکنه اون میاد کنا، یا میاد پشت اون یا بالاتر از اون منبر هست و منبر اتفاقا اگه شما برید به های قدیمی حتی از اونی که مثلا به کلیساهای گوتیک یا توی اروپا یا حتی توی ترکیه هم رفته باشن میبینن که منبر یک جای بالایی داره و از اونجا کلام خدا به مردم داده میشه و برای رشد روحانی در واقع مهمترین عنصر هست یا مهمترین ابزار هست کلام خداوند و تشویق میکنه که اشخاص در یک نظام تحصیلاتی قرار بگیرن که تحصیلات ابتدایی فراگیر باشه برای به خصوص برای خوندن کلام خدا و میبینیم که این باعث میشه که توی آلمان والدین تشویق بشن که فرزندانشون به مدارس ابتدایی بفرستن و اتفاقاً نظام تحصیلات ابتدایی که اجباری هست ما امروز داریم از اونجا در واقع شروعش از اونجاست و کلیساهای دولتی در آلمانو کشورهای اسکاندیناوی در واقع ثبت میشن و ترجمه انجیل به این ترتیب کار اوست که به زبانهای دیگه شروع میشن به پخ شدن البته گفتیم خدمتون که وی کلیف به زبان انگلیسی شروع میکنه این کار رو ولی خب نتیجهش این هست که آقای مارتین لوتر این کار رو برای زبان آلمانی انجام میده و لوتر میشه گفت که پیشرو بی بود با ایمان و شهادت و کتاب مقدس بدون استفاده از شمشیر باعث اصلاحات میشه در مسیحیت خب مرسی به طور حتم مارتین لوتر تنها نبود در این, در این زمینه کسان دیگه هم در این انقلاب استان یا اصلاحات نقش داشتن چه افراد دیگه رو با این وقت کمی که داریم شما میتونید نام ببرید و مختصر عنوان کنید که چه خدماتی یا یاری به مارتین لوتر رسونده مرسی چشم حتما فکر کنم دو... حداقل دو نفر دیگر رو باید من نام ببرم که کمک های بسیاری به پیشرفت جنبش اصلاحات در کلیسا شدن یکی آقای زوینگلی هست اولریخ زوینگ زوینگلی ایشون در ویان دانشگاه ویان و بازل در سوئیس اونجا تحصیل میکنه و اول یک فلسفه بهش میگیم نودوستی یا به انگلیسی میگیم هیومنیزم تحت تعلیماتی که از ارسمس هالندی یک الایدان کاتولیک بود روش اثر میذاره و بعد در سال 1519 طرف کلیسای روم میره به زوریخ و اونجا باز وقتی میره به زوریخ اونجا شروع میکنه و نگاه میکنه به تعلیمات اصلاح شده که در اروپا بیشتر داشت رواش پیدا میکرد و شروع میکنه با مخالفت با روش های کلیسای روم و با تعلیمات لوتر و پروستانسان ها نزدیکتر و نزدیکتر میشه شروع میکنه به همکاری با آنها اتفاقا در سال 1529 در ماربرگ اونجا یه ملاقاتی با لوتر داره و درباره شام خداوند با همدیگه خیلی صحبت میکنن و اتفاقا جالب هست که اونجا یک چی میگن یک جهش دیگه ای درباره باور در باره شام خداوند به وجود میاد که زوینده میگه نه این فقط یک مراسم یاد بوده فقط حضور، مسیح به عنوان یک مشارکت روحانی وجود داره ولی لوتر میگه نه در عناصر شام خداوند حضور واقعی و جسمانی ولی بدون تغییر عناصر وجود داره و تعلیمات زوینگلی میشه گفت که شامل میشه که نجات فقط توسط ایمان هست اقتدار کتاب مقدس رو دوباره تایید میکنه و میخواد که کلیسا برگرده به اون روشی که در کتاب مقدس دیده میشه و اینکه سر کلیسا مسیح نه ازدواج کشیشان رو تایید میکنه و همچنین اصلاحاتی که زوینگلی به وجود میاره باعث این میشه که اون شوراهای شهر و موقع شوراهای شهر شهرها رو اداره میکردن و هر الهیاتدان در واقع باید شورای شهر رو متقاعد میکرد به باورهایی که داشت و زوینگلی شروع میکنه به تایید کردن این که وقتی شما اون شورای شهر رو با اعتقاداتی که دارید قانع می کنید باعث میشه که شما بتونید اون اعتقادات رو اون تعلیمات رو در واقع در اون شهر در اون منطقه رواج بدید در صورت ریشه اعتقادات مسیحیت پروتستان امروزی رو میتونیم بگیم بیشتر به اعتقاداتی که زوینگلی ارائه میده رفت بدیم تا به شاخه که لوتر ارائه داد و لوتر میگفت که هر چی که کتاب مقدس من نمیکنه اجازه میداد زوینگلی اون میگه نه اون چی که کتاب مقدس یعنی اجازه نمیده رد میکرد و پیروتن هایی که توی انگلستان بعدا به وجود میان روش زوینگلی رو ادامه میدن و میگن که بچه ها نباید از اونا پیروتن ها میگفتن بچه ها نباید از تعمید بگیرن تا اینکه ایمان بیارن شخصیت بعدی بعد محمد که خیلی خیلی لازم رو صحبت کنیم شخصیت جان کلون هست و جان کلون یک شخصیت برجسته در مسیحیت و دوران اصلاحات حساب میشه ایشون از در واقع بخش جنوبی فرانسه که زبان اون موقع زبان اونها سویسی بود در واقع اصلاحات از اونجا توسط هدایت کالون پیشرفت میکنه ایشون خودش قبلا در توی خانواده کاتولیک به دنیا میاد ولی خودش اعتقاد داده چندانی نداشت و ایشون زندگیش منتها به خاطر اینکه یک دانشجوی خیلی ورزیده بود در شمال فرانسه اونجا توی خانواده کاتولیک بود که به دنیا میاد در سال 1509 پدرش میفرستش دانشگاه پاریس که اونجا تحصیلات خدمت کشیشی رو انجام بده و در 19 سالگی با فوق لیسانس در ادبیات فارغ و تحصیل میشه یک نویسنده خیلی ورزیده بود آقای کلون و تحصیلاتش رو توی پاریس در واقع همینجوری که داشت دکترا میگرفت ادامه میده ولی بعد از فوت پدرش ایشون دنبال پژوهش آثار کلاسیک میره و اصلا با مسیحیت زیاد کار نداره ولی با اعتقادات تعلیمات پروتستان ها توسط پسرداییش پیر اولویه آشنا میشه و اونجا به ایسای مسیح ایمان قلبی میاره و وقتی که به ایمان قلبی میاره خودش رو تسلیم اراده خدا میکنه و شروع میکنه به تعلیم دادن کلام خدا و موعظه کردن و تعلیم همقطارانش بعد رئیس دانشگاه که دوست سمیه باشه شروع میکنه به در واقع توصیف اعتقادات پروتستان و جو یه مقداری تغییر پیدا میکنه در واقع حالت چی میگن برخوردی پیدا میکنه و جفاها شروع میشه و کالوین مجبور میشه که از پاریس فرار کنه در واقع بره سوئیس شهر بازل و اونجا اولین ویرایش کتاب معروفش معروف هست کالوین به کتاب نهادهای دین مسیحیت اون می نویسه و در 26 سالگی این اثر رو ارائه میده که این اثر در طول زمانهای زندگی مارت کالون ویرایش پیدا میکنه ولی هنوز اون اثر رو ما امروز هم که هست ازش داریم استفاده میکنیم 500 سال بعد محتویاتش خیلی زیبا به طور خیلی ورزیده کالون نهادهای دین مسیحیت رو اعتقاد مسیحیت رو ارائه میده ده فرمان و کاربردش رو تو زندگی ایماندار مسیحی ارائه میده اعتقادات مسیحیت رو بر اساس اعتقادنامه رسولان در واقع اون رو ارائه میده که چطور دعا و عبادت بر اساس دعای ربانی توی انجیل متا که خداوند عیسی مسیح میده در فصل 6 آیات 9 تا 15 اونو ارائه میده دو تا آین مقدس کلیسا تعلیم و شام خداوند رو که چجور و معناش چجور انجام بشه اونو ارائه میده و اون شرارت هایی که احساس میکنه که دیدگاه کلیسای کاتولیک روم داره درباره شام خداوند اونها رو در واقع ارائه میده و یک آزادی مخصوصی که میگه مسیحیان دارن و اون رو میگه که ما مسیحیان میتونیم تجربه کنیم و بالاخره این آثار هنوز که هنوز باقی مونده هنوز که هنوز اساس و پایه ای ایمان مسیحیان اصلاح شده و پروتستان هست اونایی که واقعا ایماندار هستن از طریق فیض خدا نجات پیدا کردن و باور دارن که کتاب مقدس کلام لغزش ناپذیر خداست خدا به ما عقل احساس و اراده داده و با تولد تازه و نو شدن ذهن ما با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم کلام خدا رو کتاب مقدس رو درک کنیم ولی خب لازم هست که در کلیسا تعلیم بگیریم و باقی بمونیم و در تقدیس روش کنیم اینها چیزهایی بود که در واقع نهست پرتسان ها به اعتقاد مسیح مسیحی ارائه داد و خدا رو شکر برای این اشخاص که اینجور ما رو کمک کردن ممنون از شما میتونید مختصر بفرمایید که تاثیرات الهیات جان کلون اگر اسمشو بخوام بذاریم الان در کدوم کلیسا هست کلیسای مشایخی کلیسای تعمیدی هر دوتاشون میتونیم بگیم که حتی توی کلیسای تعمیدی بخشی هستن که به عنوان کلیسای تعمیدی اصلاح شده یا بهشون میگیم که اعتقادات اصلاح شده به کار میبرن چون بعضی از که در حالا فرصت بشه در آینده در این مورد صحبت کنیم کلیسای های بابتیس همه خودشون رو مستقل میدن در که مثلا کلیساهای های یا کاتولیک یا حتی لوتری اینها زیر یک نظام در واقع کار میکنن و رتبه و چه میدونم مقام ها هست و یک شوره های تعیین میکنن که کجا کشیش کجا بره کجا کار کنه ولی در کلیساهای در واقع مشایخی یا انجیلی حالا فکر کنم هر تاش یه جور بعضیا میگن ولی مشایخی یعنی کس کلیساهایی که توسط تعداد رهبران رهبری میشن و های تعمیدی که همچنین بر طبق رهبران نه فقط یک مثلا شخص که حاکم بر تمام امور کلیسا هست انجام با مشایخ کار انجام میدن تو کلیسای تعمیدی اونها مطمئنا این تعلیمات اصلاح شده رو به کار میبرن و همچنین یه سری کلیس هایی هستن به نام کلیساهای کتاب مقدس یا به انگلیسی میگیم بایبل چرچ و اونهایی که واقعا کل... کلیسای کتاب مقدسی هستن تعلیمات و اعتقاداتشون بر مبنای این تعلیمات اصلاح شده است بله. ممنون از شما جناب کشیش ایرج واقعا فیز بردیم خدا بهتون برکت بده با این درس شیرینتون مرسی عزیز خوشحالم که تونستم با شما باشم و امیدوارم که بتونیم هم با عیزان و شما با هم دیگه فرصت های دیگه خدا من بده باشیم خدا بگم خب همونطور که ملاحظه فرمودید مارتین لوتر دید که پرستش اشیاء مقدس در کلیساها بیشتر مورد توجه مردم بود تا پرستش خود خدا رفتارهای ناهنجار در کلیسا اون هم بین خادمین کلیسا باعث شد که مارتین لوتر نگاهی عمیق به کلام خدا داشته باشه و کلیسایی که از مسیر خودش خارج شده بود دوباره به مسیر اصلی برگردنه جان ویکلیف و جان هاوس پیش اصلاحات کلیسا و مارتین لوتر و جان کلوین مسببین اصلاحات کلیسا شدند. سخن مارتین لوتر رو یاد داشته باشیم که گفت نجات تنها با ایمان اعمال فراورده ایمان است ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید تا روزی دیگر و برنامه دیگر بدونید